گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش ها، ناسزا ها، دریبری ها، جسارت ها، حرمت شکنی ها شخص مقام معظم رهبریه. میاد رو پشت بام، الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب 20 دقیقه تو بالکن میسته توی این آپارتمان. میگم شما در مقابلش چه میکنی؟ میگه یه شب تو این دو ماه ما با بلنگو وایسادیم شعار دادیم، دیدیم نه اینا ول نمیکنن، ما دیگه خاموش کردیم رفتیم خونه. کار کردن اونا مثل کار کردنای ما دلی که نیست. عشقش میکشه میره مسجد و پایگاه فعالیت میکنه، دیگه عشقش نمیکشه میره میشینه سر سفره زن و بچه‌ش. اونا مثل شما کار نمیکنن، ما مثل ما کار نمیکنن. فضای مجازی رو اشباع کردن، باید خاتمه پیدا کنه این قصه، یه جنگه. اگر این کسانی که شعار در و دیوار می نویسن باهاشون یه برخورد جدی بازدارنده ای بشه، هی ادامه پیدا نمی کنه. ولی یه از اولیاء من رو کسی اهانت کنه، فقط ارصد لمحاربتی به محاربه با من، به جنگ با من برخواسته. ببخشید نکنه منتظرید مقام معظم رهبری بیاد پشت میکروفون بگه که آقا دارن به من ناسزا میگن، مردم یه کاری بکنید خواهش میکنم. افاله هاتون، دلغک هاتون، سلبریتی هاتون، میداندارهای جاهلتون رو به میدان مبارزه با دین را انداختید. این ما اینجوری نیست باش دشمنی بکنن بشینه تماشا کنه. جای در کفار و منافقین وغلظ علیهم. حالا خدا یا این وغلظ علیهم رو نمیگفتی هم متوجه میشدیم. جهاد یعنی کشتن دیگه، یعنی مبارزه کردن دیگه. نه، وغلظ محکم شدید. دین شما دینی نیست که در برابر توطئه ها، در برابر دشمنی ها انعطاف نشون بده. اون دین مرد. دین یهود و نصارایی که دستکاری کردن صهیونیست ها اومدن دین منعطف و دین رحمانی، اون دین مرد. این ملعونین رو باید گرفت کشت. چه کشتنی!